سلام و درود داریم حضور همه بینندگان و شنوندگان عزیز چینل یوتیوب AFG News. آرزو میکنم در هر کجایی که هستیم سلامت و عافیت باشیم. امروز میپردازیم به موضوع بحث اخطار وزیر دفاعی طالبان به ازبکستان و تاجکستان که در نوار تصویری در باره تیاره های افغانستان که همکنون در تاجکستان و ازبکستان هستند ارائه نظر کرده بود و حتی کشور ازبکستان و تاجکستان را اخطار یا هشدار هم داده بود اگر تیاره های افغانستان را دوباره برش تحویل نتن عواقب ناگواری در پی خواهد داشت. هشدار سرپرست وزیر وزارت دفاع طالبان به تاجکستان و ازبکستان. مولوی محمد یعقوب سه‌شنبه 21 جدی در جریان تمرینات نیروهای هوایی افغانستان گفت تاجکستان و ازبکستان نباید در این مورد صبر و تحمل افغانها را آزمایش کنند. تیاره های ما که نزد شما هستند اگر در تاجیکستان است یا در ازبکستان به ما دوباره سپرده شوند. ما هیچگاه اجازه نمی دهیم که تیاره های ما در خارج بمانند و از آنها استفاده شود. سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان افزود اگر تیاره ها دوباره به افغانستان سپرده نشوند پیامدهای بدی به همراه خواهند داشت. اما او در مورد پیامد این که چه خواهد شد جزئیات ندادند. امروز یکی از کارشناسان ازبکستانی جوابی برای درخواست ملا یعقوب سرپرست وزیر وزارت دفاع طالبان ارائه کرد. با هم می رویم و می بینیم که چه گفتند. واکنش ازبکستان به اخطار وزیر دفاع طالبان در افغانستان. کارشناسان ازبکستان میگویند که بازگرداندن چرخبال‌های افغانستان به طالبان یک تصمیم دشوار است و امکان دارد که این کشور را با قدرت‌های جهانی روبرو کند. بختیار اورگاشف مدیر مرکز ابتکارات تحقیقاتی مانو روز جمعه 24 جدی به تاشکند تایمز گفت ازبکستان نمیتواند مشکل بازگرداندن چرخبال‌ها به طالبان را بدون دردسر حل کند، زیرا این چرخبال‌ها میتواند برای اهداف نامشخص استفاده شود. اورگاش فافزود من معتقدم که این هواپیماها و چرخبال‌ها ارزشی ندارد که ازبکستان به دلیل آن اکنون با قدرت‌های جهانی که علاقه به دستیابی طالبان به این هواپیماها ندارند درگیر شود. از سوی هم این کارشناس ارشد عضوی گفته است که به لحاظ قوانین بین المللی طالبان میار قانونی کافی برای درخواست بازگرداندن این چرخبال‌ها را ندارند. او افزود که بر اساس میارهای موجود تجهیزات نظامی که در جریان جنگ به کشور سومی منتقل شده است باید خل سلاح شود و در اختیار کشور سومی باقی بماند. با این حال مدیر مرکز ابتکارات تحقیقاتی مانو خاطر نشان کرده است که موضوع پیچیده است و در حال حاضر راه حلی برای همه طرف ها مناسب باشد وجود ندارد. او تصریح کرده است که اگر این چرخبال ها پس از یک مذاکره به طالبان تسلیم داده شود ممکن است قدرت های جهان از جمله آمریکا، روسیه و چین این کار ازبکستان را اشتباه تعبیر کنند. به گفته وی بنابر همین دلایل تسلیم کردن چرخبال‌ها به طالبان عواقب منفی زیادی برای این کشور خواهد داشت. از سوی دیگر این کارشناس گفته است که اگر این چرخبال‌ها به افغانستان بازگردانده نشود روابط تجاری و اقتصادی به حکومت سرپرست طالبان که در حال جریان است با مشکلات جدی مواجه خواهد شد. او هشدار داده است در این صورت همه پروژه های زیربنایی بزرگ حمل و نقل از جمله پروژه راه آهن مزار شریف، کابل، پشاور و پروژه خط انتقال برق سرخان پل خمری تعلیق خواهد شد. با توجه به همه این موارد مدیر این مرکز تحقیقاتی میگوید انتظار کشیدن برای مشروعیت یافتن حکومت سرپرست طالبان تنها گزینه است که میتواند به نفع هر دو کشور باشد. پیش از این ملا یعقوب مجاهد وزیر دفاع حکومت سرپرست طالبان خواستار بازگرداندن چرخبال‌های نظامی شد که در ماه آگوست میلادی در پی سقوط نظام با ازبکستان و تاجکستان منتقل شده بود. او حتی هشدار داده بود که در غیر این صورت آنان در حد توانشان به عمل همسان دست خواهند زد. تا
تشکر از این که بیننده AFG نیوز هستین. اگر از ویدیوهای من خوشتان می آید، فراموش نکنید گوشه راست صفحه کامپیوتر و یا موبایل شما دکمه سابسکرایب هست، زنگوله را همچنان فشار بدید تا هیچ یکی از ویدیوهای ما از دسترس شما به دور نماند. شما را تا ویدیوی دیگر و تا خبر دیگر به خدای پاک امانت میکنم. هوایی زواک یا از مرز تیاره او از مرز هلیکوپتر او جهازونه داخل په هیواد کی بند وساتی. زه غوښتنه ورڅخه کوم، په ډېر احترام غوښتنه ورڅخه کوم، زموږ حوصله دې نه ازمایي او موږ دې نه مجبوره کوي چې په ورته عمل باندې حتی الامکان چې په وس مو پرایي په هغه لاس پورې کړو. ولو که موږ ضعیف یو، ولو که زموږ د حکومت ابتدایي شوي دي.